امشب در 24 تأثیر به حاشیه رانده شدن رابرت مالی در جریان مذاکرات. سی ان ان نوشته دولت بایدن راب مالی رو کنار گذاشته تا نشون بده صبر آمریکا در قبال ایران به پایان رسیده. تحرکات تازه شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در مرزهای اسرائیل. تجمع نیروهای حزب الله در مرز لبنان. تجهیز شبه نظامیان حماس به گلوله‌های ضد زره پوش از سوی سپاه قدس. عجله قالیباف برای تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب. او خواسته که مجلس تا قبل از پایان محرم و صفر این لایحه را تصویب کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. شبکه سی ان ان میگه دولت بایدن راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رو از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته و گفته این تصمیم نشون میده صبر دولت بایدن با حکومت ایران به پایان رسیده و واشنگتن به دنبال رویکردی سختگیرانه‌تر علیه تهرانه. به گفته سی ان ان کنار رفتن راب مالی باعث ابهام بیشتر در مورد سرنوشت مذاکرات شده، هرچند بنا به همین گزارش هنوز امکان دستیابی به یک توافق دور از ذهن نیست. مالی در سال 2008 هم به دلیل دیدار با برخی اعضای حماس ناچار شده بود از کارزار ریاست جمهوری وقت استعفا بده. همزمان دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی به فاکس نیوز گفته یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی اروپا با ارزیابی دولت فعلی آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست تناقض داره. فاکس نیوز به نقل از سخنگوی سازمان اطلاعات هلند نوشته جمهوری اسلامی در سالهای بعد از توافق هسته‌ای بسیاری از مشکلات فنی مربوط به شکاف هسته‌ای و رسیدن به اورانیوم با غنای 90% رو از پیش برداشته. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، اگر این گزارش سی ان ان رو ملاک قرار بدیم، به نظر میرسه که علاوه بر موزل اداری که باعث شده آقای مالی فعلا از کار کنار گذاشته بشه، کلن روی کرده دولت آمریکا هم احتمال داره که کمی تغییر بکنه و جدیتر بشه در مقابل تهران. احتمالاً همینطوره، ولی اگر یادتون باشه حتی قبل از این مسائل اداری صحبت از این بود که آقای مالی خیلی در جریان پرونده ایران نیست و تا حدی به حاشیه رونده شده. یه بخشش به خاطر اینه که خب به عنوان شاخص‌ها نتونسته بود پرونده رو به نتیجه برسونه و با نزدیک‌تر شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دستاوردی برای آقای بایدن به همراه نداشت و در این حال وقتی تنش‌ها بالاتر میره باز هم در آستانه انتخابات وقتی این احتمال وجود داره که شرایط ناخواسته‌ای پیش بیاد در زمان انتخابات که آقای بایدن میخواست ازش جلوگیری بکنه. کماکان پالسایی که دولت آقای بایدن میفرسته به نظر من کماکان روی دیپلماسیه، یعنی شما نمیبینین که تنش‌ها رو بخوان بالاتر ببرن، تحریم‌ها رو خیلی با جدیت بیشتری بخوان اعمال بکنن یا اقداماتی از این قبیل. به نظر میاد کماکان راهکارهای دیپلماتیک رو میخوان جلو ببرن و به نظر میرسه که این تبادل زندانی که هر بار انگار که میرسیم به نقطه‌ای که قرار این تبادل انجام بشه که اولین قدم باشه برای حالا هر نوع توافق تفاهم بعدی، اون با یک مشکلاتی برمیخوره. زمان زیادی با توجه به اینکه تا انتخابات نمونده من نمیدونم که تغییر روی کرد چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر راه بازی داره آقای بایدن. واقعا به مصاحبه آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید انجام داده و عملاً در رفته از زیر سوال اینکه سرنوشت مالی چه شده، به چه دلیلی به مرخصی اجباری رفته، ولی میدونیم که خود او هم تاثیرگذار هست در سیاست خارجی آمریکا. چقدر فکر میکنید حالا در خلأ حضور رابرت مالی در وزارت خارجه احتمال داره که شورای امنیت ملی در کاخ سفید نقش پررنگتری بازی کنه؟ فکر میکنم مهمترین نشونش سفر آقای مکرک بود به عمان توی اون یکی دو ماه گذشته، رفت آمدهایی که به عمان شده بود و این نشون میده که بیشتر از وزارت امور خارجه احتمالاً فعلا پرونده در امنیت ملی، مشاور امنیت ملی باشه تا وزارت امور خارجه. ولی در این حال سطح اتفاقات اونقدری بالا نیست و به نظرم نمیاد واقعا اونقدر اولویت بالایی برای آقای بایدن داشته باشه. شاید یکی از دلایل اینکه خیلی خبری درز نمیکنه این هم هست که تحول اونقدر عمده‌ای روی نمیده فعلا. ممنونم از شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن.
همزمان با سفر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به آمریکا و انتشار خبر دعوت بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، کنگره آمریکا به دنبال کمک نظامی بیشتر ایالات متحده به اسرائیل، کمک‌هایی که قرار این هفته سنا اونها رو در بحث مربوط به بودجه دفاعی سال 2024 بررسی کنه. نزدیک به 20 متممی که در مجلس نمایندگان پیشنهاد شده به طور مستقیم به تقویت توان نظامی اسرائیل مربوط میشه. از تحویل زود تر از موعد هواپیماهای KC-46 که پمپ بنزین هوایی شهرت دارن تا آموزش خلبانان اسرائیلی و همینطور مجوزی برای کاخ سفید که بتونه در مواقع اضطراری هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری رو به این کشور بفرسته. سنای آمریکا در حالی از روز سه‌شنبه به بررسی این لایحه می‌پردازه که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل که الان در راه واشنگتن روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخنرانی می‌کنه. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل اما گفته آمریکا دیگه نزدیکترین متحد اسرائیل نیست. او گفته دولت نتانیاهو با سیاستهاش داره کشور رو به گفته او به فاجعه میکشه و امنیتش رو به خطر میندازه. صحبت‌های لاپید در شرایطیه که ساعتی پیش نیویورک تایمز نوشت سرانجام دولت آمریکا به طور رسمی از بنیامین نتانیاهو برای سفر به واشنگتن دعوت کرده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماسارش به گمان مهمترین بخش این خبر همین استش که بعد از ماها تنش بین دو کشور بالاخره از آقای نتانیاهو دعوت شده. دعوت شده است. بعد از اینکه این مدتی که شما میگید الان گذشته، داستان‌هایی که در اسرائیل به وجود اومده بود برای قوه قضاییه رو توش اصلاحاتی به وجود بیارن، اینجا حتی در حزب جمهوری خواه هم باعث شد که انتقاداتی از آقای نتانیاهو مطرح بشه و دموکرات ها هم تیغش رو تیزتر کردن، از جمله خانم پرامیلا جایاپال شون رئیس کمیته پروگرسیو یا پیشرو مجلس نمایندگان هست که نزدیک به 30 نفر نماینده دموکرات عضوش هست. چند روز پیش سخنرانی اسرائیل و یک کشور نژادگون و این باعث شد که حتی در خود هم بهش فشار بیارن. مثلا آقای حکیم جفریز رهبر مجلس نمایندگان امروز یک بیانیه صادر کرد و گفت اسرائیل نژادپرست نیست. بعدم خود خانم جایاپال مجبور شد عذرخواهی بکند و الان حداقل از میدونیم تنش‌های وجود دارد بین ایالات متحده و اسرائیل، اما در زمینه ایمیت که اینجایی است که دو تا کشور رو به هم نزدیک میکنه. این جمهوری است که در منطقه امریکایی‌ها بهش توجه دارن و اسرائیل در همین بودجه دفاعی شما گفتی برای سال 2020 چند روز بسیار کمی از مجلس نمایندگان رسید و بعد الان سنایی که در دست دموکرات هاست قرار است اون رو بررسی بکنه. آرش بعد ازت عذرخواهی بکنم، صدات بسیار منقطع هست، اوایلش کمی بهتر بود ولی تقریبا الان قابل فهم نیست، ولی ممنونم از تو آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ما. همونطور که بهتون گفتم اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در راه آمریکاست، ولی خبر مهمتر از اون این هستش که بالاخره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم سرانجام از طرف دولت آمریکا رسما دعوت شده که به کاخ سفید بیاد. این بعد از ماها تنش بین دو کشور بوده و آقای بایدن پیشتر گفته بود که از نخست وزیر اسرائیل فعلا قصد نداره که دعوتی به عمل بیاره. منشه امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با مساق امیر، چه نکته‌ای به نظرتون تغییر کرده که تصمیم دولت آمریکا عوض شده و حالا از آقای نتانیاهو بالاخره دعوت کردن که بیاد اینجا به واشنگتن دی سی؟ بله، احتمال میره که آخرین سخنان پرزیدنت بایدن دایر بر این که از 30 سال پیش، یعنی از دوران گلدامیر تا به امروز، هیچ دولتی به تندروتر از دولت کنونی آقای نتانیاهو نبوده، دیگه کاسه رو به اصطلاح صبر مردم رو لبریز کرد. مورد انتقادهای شدیدی هم در داخل ایالات متحده به وجود آورد، این نگرانی رو به وجود آورد که روابط دوستانه و سنتی بین اسرائیل و ایالات متحده کاملا خدشه‌دار شده. این نگرانی ابراز شد که به این ترتیب اسرائیل توانایی خودش رو در حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران از دست میده و باز یک تشویق زیادی میشه نسبت به سرکشی ها، خودسری ها و تحریکات حکومت اسلامی ایران، به ویژه در ساخت بمب هسته‌ای. از پرزیدنت یسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل دعوت شد که در دیدار از واشنگتن
به کاخ سفید هم بره، این بزرگترین توهین به نخست وزیر اسرائیل محسوب میشد که به طور سنتی هر نخست وزیری در اسرائیل در ماه اول یا دوم نخست وزیریش دعوت میشد به واشنگتن، و الان رئیس جمهوری اسرائیل میره با پرزیدنت بایدن دیدار میکنه، ولی همچنان نخست وزیر اسرائیل دعوت نمیشه به واشنگتن. این است که این به اوج رسوند بحران روابط بین دو کشور رو. احتمال داره که مشاوران پرزیدنت بایدن گفتن که در این زمینه افراط شده و باید این رو جبران کرد. اسرائیل دوست بسیار نزدیک ایالات متحده در خاورمیانه است، نباید اون رو تنها گذاشت. فکر میکنم یک عامل دیگر هم وجود داشته و اون این است که الان قدرت و توانایی آقای نتانیاهو در مدیریت کشور و مدیریت دولت خودش به پایین ترین نقطه رسیده، در حدی که احتمال داره که این بیماری قلبی که بهش دچار شد یکی از عللش اون فشارهایی است که از نظر روحی، روانی، سیاسی و اجتماعی به اون وارد آمده بود، و کاخ سفید لازم میدونه که به نحوی آقای نتانیاهو رو تقویت بکنه که بهتر و بیشتر بتونه در برابر خواست جناح افراطی دولت خودش ایستادگی بکنه. این خبر که قرار هواپیماهای سوخت‌رسان زودتر به اسرائیل داده بشه و این وعده‌های دیگری در مورد کمک به اسرائیل و افزایش این کمک‌ها میتونه موجب تقویت دولت آقای نتانیاهو بشه، موجب دلگرمی زیاد مردم اسرائیل بشه و شاید موجب بشه که آقای نتانیاهو بتونه در برابر فشار تندروها مقابل ایستادگی بکنه و اون قوانینی رو که یا لایحه‌هایی رو که میخواد تصویب بکنه و به قوه قضاییه اسرائیل به شدت آسیب میرسونه و اسرائیل رو از یک دموکراسی به سوی یک حکومت دیکتاتوری میبره، ممکن است که تا حدی متوقف بکنن. به هر حال پرزیدنت هرتزوگ روز چهارشنبه پس فردا در کاخ سفید با پرزیدنت بایدن دیدار میکنه، از جانب آقای نتانیاهو پیام‌های زیادی براش داره، قراره که درباره حکومت ایران و احتمال ساخت بمب هسته‌ای به تفصیل گفتگو بشه. این تحریکات مرزی که الان ما از جانب حزب الله در لبنان میبینیم، در بخش جنوبی لبنان، موجب نگرانی اسرائیل هست و شاید ایالات متحده به ویژه پس از اینکه مذاکرات با حکومت اسلامی ایران درباره آزادی اتباع دو تابعیتی آمریکایی به نتیجه نرسیده، آقای رابرت مالی برکنار شده، قراره یه نفر دیگه بیاد، شاید این مجموعه از عواملی بوده که این تحول بزرگ رو به وجود آورده که ما در آینده نه چندان دور شاهد تأثیرات مهمش خواهیم بود در منطقه و در روابط بین ایالات متحده و اسرائیل. سپاسگزارم از شما منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم. بعضی از منابع اسرائیلی میگن تحرکات اخیر شبه نظامیان گروه حزب الله لبنان در مرز با اسرائیل نشون میده که این گروه به گفته این منابع به بهانه پس گرفتن بخشی از خاک لبنان به دنبال درگیری با اسرائیل در الجلیل. به گفته این منابع اسرائیلی، حزب الله نزدیک به 30 مرکز دیدبانی نزدیک دیوار حائل بین اسرائیل و لبنان ایجاد کرده و نفرات و ادوات نظامی بیشتری رو هم به این منطقه فرستاده. محل استقرار چادرهای نظامی و آرایش نیروهای حزب الله از نظر این منابع اسرائیلی نشون میده که شبه نظامیان حزب الله به دنبال تحریک مرزبانان اسرائیلی برای شروع درگیری هستند. از سوی دیگه جروسلم پست نوشته شبه نظامیان گردان قسام وابسته به حماس در روزهای گذشته به مهمات بهتری مجهز شدند که به اونها امکان میده آسیب بیشتری به خودروهای نظامی اسرائیل در جنین وارد کنند. این نشریه نوشته بررسی ها نشون میده که مهمات به مهمات مشابه ایرانی شبیهن و به نظر میرسه سپاه قدس اونها رو در اختیار حماس قرار داده باشه. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو با ماست. آقای سبتی، چقدر این تحلیل رو درست میبینید که احتمال داره حزب الله لبنان و شاید حتی همزمان با اونها حماس به دنبال یک درگیری با اسرائیل باشن؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. بله، این مسئله کاملا درسته و
و من برمیگردم به جمله‌ای که آقای منشامیر گفت در مورد اینکه اون حد که اسرائیل و آمریکا به هم نزدیک باشن و تنش بین اونها و حتی بین چند کشوری که با مدارا هستن در این منطقه هر چقدر تنش کمتر باشه نیروهای تندرو تضعیف‌تر میشن و همینطور برعکس. ما الان میبینیم که به دلایلی که به خاطر اینکه یک ضعفی است در درون اسرائیل و همینطور وضع اسرائیل با آمریکا رو میبینن و چند مسئله دیگه، مسلماً که این نیروهای دست نشانده رژیم جمهوری اسلامی میبینن که میتونن خودشون رو تقویت کنن، سلاح‌های بیشتر و گوناگونی و قویتری به این منطقه بیارن، چه در غزه و چه در مناطق کرانه باختری و حتی جریتر بشن. این مسئله جرأت و شجاعت اونها حتی بیشتر از اون مسئله سلاح‌ها مهمتره، چون وقتی که اینها احساس میکنن که کسی در مقابلشون نایستاده و ارتش اسرائیل مثلا از یک ناهماهنگی رنج میبره و دعوایی هست در درون اسرائیل، اینها میخوان از این مسئله سود ببرن، چه در اون مسئله چادری که هست در شمال اسرائیل و حزب الله میخواد نشون بده که به داخل اسرائیل نفوذ کرده و یک حرکات نمایشی رو تبدیل کنه به یک مسئله استراتژیک، یا اینکه یک عده‌ای در نابلس در حوالی جنین رژه میرن یا یک سلاح‌های جدیدی به کار میبرن که مسلماً آموزشش و طرز ساختش یا خود حتی سلاح‌ها به طریقی به اون کار رسیده. ما دیدیم که از مرز اردن یک دیپلمات اردنی یک مقداری سلاح پیشرفته تر رو قاچاق کرده بود برای یک عده‌ای در کرانه باختری و اون رو دستگیر کردن و به قول معروف خدا میدونه که چه چیزهای دیگه‌ای هم رد شده در این مدت. پس ما میبینیم که در واقع این یک جنگ غیر مستقیم هست که مدت‌ها بین اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی ادامه داره با این قوای دست نشانده‌ای که در این منطقه به سر میبرن و تا اونجایی که میشه جلوی این چیزها گرفته میشه، ولی بالاخره باید هرچه هوشیارتر هرچه اطلاعات بیشتر جمع‌آوری بشه تا بتونن واقعا جلوی این مسئله رو بگیرن و خونسا کنن. چه دستاوردی میتونه داشته باشه برای حزب الله وسط این ماجراها؟ ببینید حزب الله در چند سالی که برپا شده یا حتی خود حکومت رژیم ایران یا همین قوای دیگه فلسطینی که در این منطقه هستن، در واقع میشه گفت که در این چند سال هیچ دستاوردی برای مردم خودشون از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی هیچ دستاوردی نداشتن. اونها همش به دنبال یک تنشی هستن که یک بهانه‌ای باشه برای بقای خودشون، برای به دست آوردن بودجه بیشتر، برای به دست آوردن یک مشروعیت دیگری و در واقع اگر ما نگاه کنیم به این چلو چند سال رژیم اسلامی و همینطور این نوچه های رژیم اسلامی در منطقه به همون وضع قدیمشون ادامه دادن، یک مسئله ترور به وجود آوردن، یک حمله کردن در یک جایی یا یک مقدار موشک پرانی کردن، ولی به کجا رسیدن؟ ما وضع غزه رو میبینیم، وضع کرانه باختری رو میبینیم، وضع لبنان رو میبینیم و حتی وضع خود جمهوری اسلامی رو میبینیم، ولی اسرائیل در طول این چلو چند سال اقتصادش، زیربناهاش و خیلی چیزهای دیگرش بسیار پیشرفته و اصلا قابل مقایسه نیست. پس اینها باید با خودشون بسنجن و همینطور مردم این کشورها، همونجور که مردم ایران خواستن وضع خودشون رو تغییر بدن، و اینها باید با خودشون بسنجن و ببینن واقعا این گروه های تروریست چه دستاوردی برای اونها داشتن. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو. ساعتی پیش در ملبورن استرالیا نشستی مجازی به میزبانی کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی و با حضور شماری از مقامات این کشور برگزار و درباره مواضع دولت استرالیا در قبال تحولات ایران صحبت شد. در این جلسه دستیار وزیر خارجه استرالیا گفت کامبرا در حمایت از مردم ایران با شروع اعتراضات در این کشور نزدیک به 40 مقام و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در گفتگو با کلر چندلر سناتور استرالیا پرسیدم آیا اون نشانه میبینه که دولت استرالیا تصمیمی جدیتر علیه حکومت ایران بگیره؟ ببینید متاسفانه در حال حاضر چنین نشانه هایی از دولت نمی بینیم. ما به عنوان اپوزیسیون خیلی واضح گفتیم که می خواهیم موضع شدیدتری از استرالیا در قبال ایران ببینیم. ما می خواهیم سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی ببینیم. ما
ما میخوایم شفافیت بیشتری در رابطه با روابط دیپلماتیک خودمون با ایران ببینیم. ما میخوایم شاهد استفاده بیشتر از تحریم‌های مگنسکی برای تحریم افراد وابسته به رژیم باشیم که میدونیم مرتکب نقض حقوق بشر میشن. از زمان قیام مهسا در ایران از سپتامبر سال گذشته دولت استرالیا کمی بیشتر روی موضوع تمرکز کرد، اما ما هنوز هم به شدت با دولت‌های دیگه به ویژه از نظر لیست کردن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی فاصله داریم. من فکر می‌کنم تردید کاملا مسخره است. سپاه یک سازمان تروریستی است. هیچ شکی نیست که اونها ترور رو به سراسر جهان صادر می‌کنند. تک تک دولت‌های جهان باید بتونن اونها رو برای این کارها بازخواست کنن و تحت هر چارچوبی که دارن سپاه رو در لیست تروریستی اضافه کنن تا اطمینان حاصل بشه که اونها یک سازمان تروریستی هستن و سازمان‌های مجری قانون میتونن با اونها برخورد کنن. دلیل این که دولت استرالیا ادعا میکنه که سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداده توصیه‌های حقوقیه که این کار رو تحت چارچوب قانونی فعلی استرالیا امکان پذیر نمیدونه. اگر چنین چیزی هست، پس دولت باید قانونی رو به پارلمان فدرال بیاره تا به ما اجازه بده چارچوب قانونی رو تغییر بدیم و بتونیم سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدیم. این به هیچ عنوان ایده پیچیده‌ای نیست. البته به نوعی هم به نظر میرسه که دولت این توصیه‌های حقوقی رو از وکیل دولتی خودش از اداره دادستان کل دریافت کرده که قانون جدیدی صادر بشه، اما دولت نخواسته این قضیه رو دنبال کنه. در ادامه از سناتور چندلر درباره دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی سوال کردم. او گفت جامعه جهانی باید به دنبال یک خط مشی روشن و مشترک در قبال این فعالیت‌های جمهوری اسلامی باشه. من فکر میکنم در واقع دیپلماسی گروگانگیری از بیگناهان برای به دست آوردن نوعی اهرم فشار دیپلماتیک استفاده میکنه که این یک تجارت کاملا موذیان است. ما میدونیم که رژیم ایران درگیر دیپلماسی گروگانگیریه، مثل خیلی از رژیم‌های دیگه در سراسر جهان. گزارشی که سنا از تحقیقاتی که من در اوایل سال گذشته ریاست اون رو بر عهده داشتم یک یافته خاص داشت در مورد اینکه چگونه دولت استرالیا میتونه چارچوب شفافتری در مورد دیپلماسی گروگان ها ایجاد بکنه تا خانواده های استرالیایی که بستگانشون ممکنه گروگان گرفته شده باشن بتونن راحت تر این قضیه رو حل کنن. دولت باید اطلاعاتی رو فراهم بکنه که اعتماد عمومی رو جلب کنه به اینکه از دیدگاه دولت فرد دستگیر شده به ناحق و برای مقاصد سیاسی دستگیر شده، نه اینکه لزوماً جرمی مرتکب شده باشه. ما باید خیلی بیشتر و واضح‌تر با مردم صحبت کنیم تا وقتی که در روزنامه می‌خونیم یا در اخبار می‌بینیم که یک شهروند استرالیایی دستگیر شده، نه تنها در ایران، در هر جای جهان مردم بدونن که اون فرد برای مقاصد دیپلماتیک به گروگان گرفته شده و نه به خاطر جرم واقعی. اگر کشورها چارچوب سیاسی ایجاد کنند که آگاهی و شفافیت بیشتری در مورد دیپلماسی گروگانگیری رو تضمین کنه، این خودش به عنوان یک بازدارنده عمل میکنه. سناتور کلر چندلر بوده از استرالیا. با شروع دوباره فعالیت‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها، گزارش‌هایی از درگیری ماموران با مردم و حضور دوباره ماشین‌های گشت در خیابان‌ها منتشر شده. در همین حال مجلس ایران بررسی لایحه عفاف و حجاب را از سر گرفته. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته این لایحه باید هر چه زودتر و در ماه محرم یا صفر تصویب بشه. قالیباف در پاسخ به سوال بعضی از نمایندگان که خواهان سختگیری بیشتر درباره حجاب هستند گفت مجلس نمی‌تونه خلاف قانون عمل کنه. ما در صحن هم گفتیم از کمیسیون بیاد خارج از نوبت، از آیین‌نامه، یعنی تبصره یک ماده 100 این رو میذاریم در اینجا. قانون ناقص ما حتما تصویب نمی کنیم، ولی خارج از نوبت حتما بر اساس آیین‌نامه اختیار به ما داده تبصره که ماده 100 این کار رو انجام میدیم. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشایر با ماست. خانم حقیقت‌جو، چه میگه دقیقاً این لایحه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. در واقع این لایحه در صدد
جبران خلأهای موجود قانون فعلی هست که متاسفانه همطور که میدونیم در 9-10 ماه گذشته نیروی انتظامی دستگاه دیگه همه غیر قانونی برخورد کردن. اگر در این روزها شاهد تشدید برخورد نیروی انتظامی بسیج جاهای دیگه با زنان هستیم، همه اینها کاملا غیر قانونی هست، حتی برخلاف قانون تبعیض آمیز فعلی در واقع موجود هست و طبیعتا میخوان بخشی از این رویکردهای بسیار غلط، خشن و در واقع آپارتاید جنسی رو وارد قانون بکنن تا در واقع کارهایی که الان دارن میکنن یه شکل و نمای قانونی به خودش بگیره. به عنوان نمونه میدونیم که چند وقت پیش اعلام کردن که از طریق نمیدونم دوربین ماشین هایی که زنانی که مثلا پوشش در داخل ماشین نداشته باشن اینها رو خواهند گرفت یا جریمه میفرستن. این کارها همه کاملا غیر قانونی هست که در واقع لایحه‌ای که از قبل فرستاده شده بود، حتی بخشی از این کارهایی که امروز جدیداً دوباره شروع شده رو در بر نمیگیره، ولی در هر صورت میخوان چون دائم میخوان بگن که ما داریم کار قانونی میکنیم، میخوان یک پشتوانه داشته باشه. این لایحه تمام این برخوردهایی که امروز میشه رو انجام نمیده. چقدر فکر میکنید در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی یک جوری دهنکجی هست به معترضان؟ احتمالاً دیدم خاتمی هم چند ساعت پیش واکنش نشون داده و گفته که در واکنش در واقع به همین لایحه گفته که دارن خود براندازی رو تسریع میکنن. بله، در واقع نه تنها به خاطر سالگرد، بلکه همیشه در واقع استراتژی رهبر و نیروهای نظامی این بوده که ما اگر یک قدم عقب برگردیم در حوزه‌های دیگه هم باید عقب برگردیم، در حالی که واقعا مثل همه کشورهای اسلامی که زنهای مسلمان ممکنه حجاب داشته باشن، اصل داشتن حجاب اجباری نیست و همه میتونن به هر دلی طوری که میخوان حجاب رو یا رعایت بکنن یا رعایت نکنن. ایران این رو گره زده به موجودیت خودش و فکر میکنه که اگر در این حوزه شل بیاد در حوزه های دیگه کوتاه میاد. این یه نکته از سالگرد داره نزدیک میشه، میخواد به لحاظ روانی هم برای گروهای طرفدار خودش این رو فراهم بکنه و همین که در واقع به زنها بگه که نه ما شما رو سر جاتون میشونیم. یه نکته دیگه هم نباید ازش غفلت بکنیم، به غیر از برخورد در حوزه دیگه، مگه این آقایون کار دیگه ای بلد هستن؟ مگه بلدن که مثلا نون سر سفره مردم بگذارن، نمیدونم در حوزه های دیگه کاری انجام بدن؟ دولتی که هیچ کاری بلد نیست و فقط بلد برخورد با زور بکنه، برخورد خشم بکنه، این یک جور نمایشه. میدونیم که پولی که اگر از بود بودجه و جنسیت به همین مسئله نگاه بکنیم، میدونیم که پولی که بودجه‌ای که برای همین بحث آوردن دوباره گشت ارشاد، نیروی انتظامی، همین بسیجی‌هایی که تو محله راه میرن، کارهای دیگه، همه بودجه های این نوع کارا رو حساب بکنیم، اینها یه بودجه بسیار عظیمیه که همین رو اگر میذاشتن دهک های پایین جامعه در واقع کمک مالی بهشون میشد، بسیار میزان رضایت از همین رژیم هم میتونست افزایش پیدا بکنه. ولی دولت حتی امکان خرد لازم در این حوزه رو هم نداره که در واقع این رو بودجه رو در حوزه‌ای به کار بگیره که رضامندی رو افزایش پیدا بکنه، نه اینکه از این بودجه و امکانات بسیار محدود دولت برای خشمگین کردن مردم و ایجاد نارضایتی بیشتر استفاده بکنه.
سپاسگزارم از شما فاطمه حقیقت چون نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشایر. نشریه تامز اسرائیل میگه مطالعه 100 میلیون توییت بین ژانویه 2020 تا ژوئن 2022 نشون میده دولت اسرائیل 38 بار بیشتر از حکومت ایران و 111 بار بیشتر از کره شمالی به نقض حقوق بشر متهم شده. به گزارش تامز اسرائیل این مطالعه نشون میده بخش عمده توییت هایی که علیه دولت اسرائیل منتشر میشه ماهیت یهودی ستیزانه داره. این مطالعه میگه در مواقعی که تعداد این توییت ها زیاد بوده حمله به یهودیان حتی در دانشگاه ها بیشتر شده. این محققان نسبت به افزایش یهودی ستیزی در جهان هشدار دادن و میگن حملات به جوامع یهودی به بهانه انتقاد از سیاست های دولت اسرائیل انجام میشه. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، بحث مجادله برانگیزی دیگه، اینطور نیست؟ خیلی اوقات انتقادات خیلی روشن و مستدلی علیه اقدامات اسرائیل وجود داره، خیلی اوقات مرزش نامشخصه، بعضی اوقات هم میدونیم طبیعتاً یهودی ستیزان است. چقدر فکر میکنید که این گزارش منعکس کننده واقعیت هست؟ به هر حال همونطور که شما گفتین مسئله یهودی ستیزی در طی سالهای گذشته گسترش پیدا کرده در همین آمریکا در طی سالهای گذشته و بر اساس اطلاعاتی که در این گزارش منتشر شده ما می‌بینیم که در میان گروه‌های راستگرای افراطی رشد بسیار چشمگیری داشت. گروه‌های مذهبی به خصوص در دوره آقای ترامپ مسئله خب مسئله حادی شده بود. گروه‌های راست افراطی، گروه‌های چپ افراطی، گروه‌های چپ افراطی به میزان کمتر چون در چند ماه گذشته اشاره شد که مثلا نسبت اینا 3-1 هست. یعنی اگر ما در گروه‌های راست افراطی می‌بینیم که انتقاد یعنی یهودی ستیزی هست، 3 برابر بیشتر از گروه چپ افراطی است. بنابراین مسئله‌ای هست که در جامعه آمریکا و در جامعه اروپا به هر حال در موردش صحبت میشه و این رو به اشکال مختلفی میبینه. این مسئله دیگه مسئله انتقاد از سیاست اسرائیل هست. به هر حال ببینید در مقایسه که در این گزارش شده که مثلا میزان انتقادی که از اسرائیل شده مثلا چند برابر ایران هست یا چند برابر روسیه هست یا چند برابر کره شمالی هست، همه این کشورها کشورهای بسته‌ای هستند، رسانه آزاد دارن، نه جامعه مدنی دارن و از جهات مختلف اساسا با یک جامعه دموکراتیک مثل اسرائیل متفاوت هستن. در اسرائیل بسیار از مثلا ادغام نیستن، درست میگم؟ برای اینکه مثلا شهروند کره شمالی زیادی در غرب که وجود نداره. حالا میدونم ایرانی ها بالاخره یه دیاسپورای وجود داره، ولی همونطور که خودتون هم دارید میگید کشوری است که روابط تنیده تری داره با اروپا و آمریکای شمالی. قطعا همینطور هست، هم کشور دموکراتیکی هست، هم کشوری هستش که رسانه‌های آزاد داره و بسیاری از مطالب انتقادی در خصوص سیاست دولت اسرائیل نه در آمریکا نه در اروپا بلکه در خود اسرائیل چاپ میشه. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری که در واقع در خصوص نقض حقوق بشر در توسط اسرائیل فعالیت می‌کنن، اینها در اسرائیل حضور دارن و بنابراین ما می‌بینیم که جو کاملا متفاوتی هست. بنابراین رابطه اسرائیل هم با کشورهای دیگه، کشورهای غربی، آمریکا بسیار رابطه نزدیکی هست، ارتباطاتی که وجود داره، رفت آمدی که وجود داره. بنابراین از این جهت خب مقایسه کردن با یک کشورهای بسته و ناقض حقوق بشر یه خورده مقایسه کردن دقیقی نیستش. به علاوه اینکه مسئله فلسطین مسئله‌ای هستش که مسئله یک به قول معروف یک موضوع جهانی هستش. در طی دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف، در دانشگاه‌های مختلف ما می‌بینیم که مثلا این مسئله سازمان‌های مختلفی وجود دارن، افراد مختلفی، گروه‌های مختلفی در دانشگاه درست کردن که نسبت به حقوق فلسطینی حساسیت دارن. بنابراین اساساً از نظر ابعاد ماجرا و حساسیتی که ایجاد می‌کنه، من این فقط دارم از نظر رسانه‌ای بررسی می‌کنم که چرا چنین اتفاقی می‌افته و توجهی که افکارمون می‌گیره. و من با هیچ کدوم از این مواردی که در این گزارش مقایسه شده برابر نیست. علاوه مثلا در بازه زمانی که این گزارش در خصوصش صحبت می‌کنه، اتفاقاتی افتاده که اتفاقاتی هستش که به هر حال توجه جهانی رو به خودش جلب کرده. مثلا کشته شدن شیرین ابوعقله، خبرنگار فلسطینی، این موضوعی بود که به هر حال خیلی انعکاس جهانی گرفت، در خود اسرائیل هم خیلی انعکاس زیادی گرفت و رسانه‌های جهان، سازمان‌های مدنی جهان بهش توجه زیادی کردن. در این دوره زمانی هستش که به هر حال انتقاد از دولت اسرائیل بسیار زیاد، در خصوص اینکه پاسخ نگرش دارن، حتی از دولت آمریکا بخوان که به هر حال پاسخ نگه داره دولت اسرائیل. یا مثلا وقتی که سازمان عفو بین‌الملل در سال 21 اومد رژیم یعنی دولت اسرائیل، حکومت آپارتاید یا
معرفی کرد، اونجا هم یک موج بسیار بزرگی از انتقادات در خصوص سیاست‌های اسرائیل مطرح شد. بنابراین وقتی به اتفاقات نگاه کنیم، مثلا در سال 2022 146 نفر فقط در وست بنک یا کرانه باختری. بله داشتم میگفتم همین کرانه باختری، بله کرانه باختری رو این کشته شدن، و این کشته شدن ها در طول سال اتفاق افتاده و هر کشته شدنی، هر اتفاقی که افتاده با موج رسانه‌ای، با موج سازمان حقوق بشر همراه بوده. برای از نظر از جهات مختلف مقایسه کردن، به نظر مقایسه کردن دقیق نیست، ولی خب قطعا موضوعی که به نظر من مهم هست بهش پرداخته بشه مسئله یهودی ستیزی هست که بازم فرق داره، همونطوری در این گزارش بهش اشاره شده، فرق داره با انتقاد کردن سیاست دولت اسرائیل، و این مسئله هست که در آمریکا نگرانی ایجاد کرده و در اروپا هم نگرانی ایجاد کرده. مسئله هستش که به هر حال گروه‌های مذهبی، سازمان‌های جامعه مدنی تلاش می‌کنن که این دو مسئله از هم جدا بکنن، چون که به هر حال مسئله‌ای نیست که یک جامعه تکثرگرایی مثل آمریکا تحملش بکنه. همه باید بتونن از حقوق برابر برخوردار باشن، و از این جهت به هر حال یک چالشی هستش که ما حداقل در آمریکا باش مواجه هستیم. نکته مهمی اشاره کردید همون اول بحث در مورد دموکراتیک بودن اسرائیل. کیس عجیبی هست دیگه اسرائیل، بنک از خیلی معیارها همپا هست با دموکراسی‌های غربی در مورد شهروندان خودش، ولی به همون بحث آپارتاید اشاره کردید، بالاخره می‌دونیم که به شکل دیفکتو عملاً همون کرانه غربی هم زیر حاکمیت اسرائیل هست، نیروهای امنیتی اسرائیل هر موقع بخوان میتونن برند و بیایند در اون منطقه، و این رفتاری که با شهروندان خودشون میکنن قابل مقایسه نیست با شهروندان فلسطینی تباری که در کرانه غربی دارن زندگی میکنن. به علاوه یک انتظار بالاتری هم طبیعتاً از اسرائیل میره در مقایسه با کشورهای دیگری مثل کره شمالی. کاملا همینطور از حوادث اخیر در جنین اتفاقاتی است که در پناهگاه اردوگاه پناهندگان چیزی است که به هر حال خشم زیادی رو برانگیخت، انتقادات بسیار زیادی رو متوجه اسرائیل کرد، و یک مسئله روزمره هستش. یعنی مسئله نیستش که مثلا تو یک برهه زمانی اتفاق بیفته، در یک هفته دو هفته اتفاق بیفته و تموم بشه. و همینطور که شما مطلع هستین، در همین آمریکا ده ها سازمان فعال در خصوص به هر حال نظارت کردن بر وضعیت حقوق بشر در اسرائیل فعال هستند، در اروپا هم که بسیار زیاد هستند، در دانشگاه‌های آمریکا بسیاری از گروه‌های دانشجویی متمرکز هستند روی موضوع نقض حقوق بشر در اسرائیل، که میگم اساساً ماهیت چنین مسئله‌ای با تمام کشورهایی که در این گزارش اشاره شده و مقایسه شده متفاوت است. و از این جهت به هر حال اسرائیل هم تو این زمینه کم نذاشته، در یعنی در حوزه‌های مختلف از همکاری نکردن با مکانیزم‌های مختلف سازمان حقوق بشر، و اینکه به هر حال در خصوص موضوع شیرین ابوعقله خبرنگار الجزیره خب همکاری بسیار کمی کرد، توجه به تحقیقات نشون داد که به هر حال این تیر به چه شکلی شلیک شده و چجوری کشته شده. برای این از جهات مختلف میشه گفتش که مقایسه مرفارق هست، ولی یک مسئله نادیده هم خواهمش دوباره تاکید بکنم که اسرائیل دموکراسی هست، سازمان‌های حقوق بشری مستقل اونجا وجود دارن، رسانه‌های مستقل وجود دارن، و این رسانه‌ها خودشون جای اولی هستن که به هر حال سیاست دولت خودش رو مورد انتقاد قرار میدن، و براشون تبعات مثلا جانی و زندان و اینا وجود نداره. از این جهت به هر حال همون که شما گفتین در داخل خودشون یک دموکراسی با ثباتی برقرار هست. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. ایلان ماسک میگه توییتر به دلیل کاهش 50% درآمد از تبلیغات با جریان نقدی منفی و بدهی سنگین روبروه. آقای ماسک حدود 9 ماه پیش توییتر رو در ازای 44 میلیارد دلار خرید. گفته توییتر بیش از هر چیز باید جریان نقدی مثبت برسه. خبر مشکلات مالی در توییتر از زبان صاحب این شبکه اجتماعی بعد از اونه که شرکت متا متعلق به مارک زاکربرگ 3 هفته پیش برای رقابت با توییتر اپلیکیشن تردز رو راه اندازی کرد که تونسته تا به حال حدود 150 میلیون کاربر جذب کنه. حجت فدایی کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور با ماست. آقای فدایی، میدونم که خیلی از هزینه‌ها رو کاسته آقای ماسک، مثلا با اخراج بخش قابل توجهی از نیروها، ولی رفتارهای جنجال برانگیز خودش روی همین پلتفرم به نظر میرسه که باعث شده بخش قابل توجهی از تبلیغات، همونطور که خودش میگه، چیزی نزدیک به 50% کاهش پیدا کنه. بله، همونطور که اشاره کردید، وقتی که آقای ایلان ماسک اومد این پلتفرم رو خرید، حدود 13 بیلیون دلار بدهی داشت که تا پایان جولای وقت داره این 13 بیلیون دلار رو پرداخت کنه، و با به اصطلاح تراز منفی که الان داره کارش خیلی سخت شده. اما جناب فرزاد، ببینیم که چرا اصلا آقای ماسک اومد این پلتفرم رو خرید.
میدونیم که بک‌گراند آقای ماسک با مدیا و با خبرنگارا اصلا بک‌گراند خوبی نیست. بارها دیدیم که حرکاتی میکنه توهین آمیزه، بارها دیدیم که حالت دیکتاتوری رفتار میکنه، انگ میزنه به مدیاهای مختلف و این میخواست از این طریق اون جایگاه سیاسی خودش روی مقداری بالا ببره و بعد بتونه با این مسئله مبارزه کنه. یعنی یک مالتی مدیای بزرگی رو خریداری کرد که این جایگاه رو تثبیت کنه و بتونه راجعش صحبت کنه. اما آقای ماسک فراموش کرد که اگر در دنیای امروزه که همه چیز داره به سمت غیر متمرکز شدن و دیسنترالایز شدن میره، شما نمیتونی بیا یک حتی با خرید یک پلتفرم بزرگ، حتی اگر ایلان ماسک باشی و عقاید و ابداعات و خلاقیت های جدید داشته، نمیتونی بیای سنترالایز کنی و اون عقاید دیکتاتوری خودتو با خریدن یک پلتفرم گرون قیمت تحمیل کنی. رفتاری که جناب ماسک داشتن در پاسخ به خبرنگارا با فرستاد، مثلا ایشون اومده بودن ایمیلشون رو ست کرده بودن، ریپلای اتومات میدادن به ایمیل های خبرگزاری ها با ایموجی ها و شکلک های مسخره، یا مثلا اومدن تیک آبی رو از نیویورک تایمز گرفتن، تیک آبی که خودشون اومده بودن به صورت رایگان به معنای اعتبار اکانت داده بودن، بعدن اومدن اینو مانیتایز کردن، گفتن حالا باید پول بدیم. کسانی که پول ندادن مثل نیویورک تایمز اومدن این تیک آبی ازشون گرفتن. این اصلا کار درستی نبود، باید به صورت دیگری مانیتایز می‌کردن پلتفرمشون رو. مسئله دیگه، ایشون اومدن با این ایده که ما میایم کد توییتر رو باز میکنیم اوپن سورس در گیت هاب اعلام، فکر کردن میتونن اعتماد و صداقت مردم رو بخرن. جناب فرهزاد، ادوارد برینز حرف خیلی جالبی میزنه در مهندسی افکار عمومی، میگه شاید یک فعالیت اقتصادی به سرمایه آشکار نیاز داشته باشه برای راه افتادن، اما برای بقا و پیشرفت خودش نیاز به اون سرمایه پنهان داره که اعتباریه که مردم بهش نگاه میکنن. وقتی مردم به این رفتار ایلان ماسک نگاه میکنن، میبینن به دنبال سنترالایز کردن و به دست گرفتن قدرته و میخواد یه دیکتاتوری رو از این طریق به وجود بیاره، مطمئن باشید هوشیار هستن و فاصله میگیرن و به نظر من این دلیل اصلیه که این ریونیو پایین اومده و این بازدهی پایین اومده. احتمالاً اگر از خود آقای ماسک و طرفدارانش بپرسید میگه که در گذشته هم دیکتاتوری به شکل دیگری بود، شاید با گرایش بیشتر به سمت چپ، الان شاید بیشتر به سمت راست. ولی یک داده های دیگری هم آقای ماسک همین اواخر منتشر کرده که نشون میده تقریباً در بیشتر نقاط دنیا توییت ها بیشتر شده و کاربران بیشتری دارن فعالیت میکنن روی این پلتفرم، ولی این گزارش مالی داره میگه که آگهی دهنده های کمتری دارن به سمت توییتر میارن. این چه نشون میده به ما که چقدر برندهای تجاری محتاط هستن و محافظه کار که خودشون رو مرتبط ندونن با پلتفرمی که ممکنه این انگ یا اتهام بهش زده بشه که به یک طیف سیاسی خاص گرایش داره؟ خیلی طبیعیه جناب فرهزاد، وقتی شما ببینید یک شخصی داره سعی میکنه که به شما، مثلا فرض کنید ایشون میاد میگه بی بی سی وابسته به دولته، رادیو ان پی آر آمریکا وابسته به دولته، میاد به اینا انگ میزنه بدون اینکه این صلاحیت رو داشته باشه که این انگ رو بزنه، و بعد میاد در کنفرانس خبری اعلام میکنه من آمدم که اجازه ندهم خبرگزاری ها هر آنچه دلشان میخواد، یعنی پروپاگاندا میکنه و اجازه ندهم، متهم میکنه اونا رو به پروپاگاندا در حالی که خودش داره این کارو میکنه. میگه من اومدم به تنهایی که اجازه ندهم اینها هر آنچه دلشون میخواد به مردم میگه. خب مسلمه اون کسی که داره این انگ بهش میخوره دیگه نمیاد حمایت مالی بکنه این پلتفرمو تا قوی تر بشه و بعد در مقابل خودش بزرگتر وایسته. خیلی چیز طبیعیه، فکر کنم دلیل اصلیش همین باشه، اونها هم هوشمند هستن، میدونن اون پول رو کجا خرج کنه. ممنونم از شما، حجت فدایی، کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور. این روزها در کشورهای اسکاندیناوی اخبار متعددی از سوزاندن کتاب‌های مقدس منتشر میشه. یکی در اعتراض به اسلام‌گرایی افراطی قرآن می‌سوزانه و دیگری در اعتراض به قرآن‌سوزی تورات و انجیل رو آتش می‌زنه. همکارم مهران عباسیان گزارش میده. سوئد در قوانین این کشور به حق آزادی بیان و عقیده برای شهروندان و ساکنینش خیلی جدی توجه شده است. به این معنی که من، شما یا هر کسی که مقیم این کشوره میتونه نظراتش رو اعلام کنه، چه در رسانه ها و چه در فضای عمومی جامعه از طریق برگزاری تظاهرات و یا تحصن یا هر روش دیگری. برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا هر اعتراضی که در هر مکانی از کشور سوئد دارید باید مجوزش رو از پلیس دریافت کنید. پلیس بررسی میکنه که آیا این اعتراض آسیب فیزیکی به کسی میرسونه یا نه. اگر این گونه نباشه مجوز برای اعتراض راهپیمایی یا هر تحصنی صادر میشه از سوی پلیس.
و اگر پلیس بدونه در این اعتراض جون شما در خطر هست و کسانی امکان داره به شما آسیب برسونن، با تمام نیرو و امکانات خودش در این اعتراض شما رو همراهی میکنه. قرآن سوزی شکلی از اعتراض به اسلامگرایی افراطی که افرادی با انگیزه های انتقادی، نژاد پرستانه و شاید سیاسی با سوزاندن قرآن مخالفت و اعتراضشان را به این موضوع ابراز می کنند. مسجد جامع شهر استکهلم، سلوان مومیکا، مهاجر عراقی. این مرد برای سوزاندن قرآن مجوز پلیس گرفته و در شلوغی تجمع مسلمانان مقابل مسجد که جشن عید قربان را برگزار می کردند، در میان هیاهو و اعتراض صفحاتی از قرآن را آتش زد. اقدامی که خشم و اعتراض مسلمان‌های مقیم سوئد و کشورهای اسلامی را در پی داشت و باعث ایجاد آشوب و بلوا شد. گروهی از مسلمانان ساکن سوئد هر بار بعد از قرآن سوزی به قصد انتقام جویی ماشین‌های زیادی را آتش می‌زنند و نظم عمومی را مختل می‌کنند. امام مسجدی که مقابل آن قرآن آتش زده شده می‌گوید سوزاندن قرآن نوعی سوء استفاده از قانون است و باید در جزئیات قانون آزادی بیان در سوئد بازنگری شود. حرق القرآن جریمه بشعه. سوزاندن قرآن یک جنایت وحشتناک است. حتی اگر بر آزادی بیان در سوئد استناد داشته باشد، باز یک شیوه وحشیانه و عقب مانده است. ما به قوانین احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم قوانینی وضع شود که از مقدسات مسلمانان و دیگر ادیان حمایت کند. عقیده و اخلاق اسلامی‌مان به ما اجازه تجاوز مقدسات دیگران را نمی‌دهد. و هذا ما يبحث عليه هذا المجرم. ایجاد نفاق، این همان چیزی است که این جنایتکار دنبال آن است. او در سوئد اعلام پناهندگی کرده و از قوانین حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان در این کشور بهره می‌برد. اما او در واقع از این قوانین سوء استفاده می‌کند. ما مسلمانان در سوئد و دیگر کشورهای جهان برای اظهار اعتراض و خشم خود باید از شیوه‌های متمدنانه و مسالمت‌آمیز استفاده کنیم. اما سابقه قرآن سوزی در سوئد با نام راسموس پالودان، سیاستمدار و وکیل دانمارکی سوئدی گره خورده. راسموس پالودان رهبر حزب استرامکوش، حزبی راستگرا و مشخصاً مخالف اسلامگرایی افراطی است و معتقد است که کشورهای اروپایی و از جمله دانمارک باید در برابر بنیادگرایی اسلامی از خود محافظت کنند. ما فکر می‌کنیم در 50 سال گذشته در اروپا نشون داده شده که هماهنگ کردن اسلام و فرهنگ عربی و خاورمیانه با فرهنگ و مذهب اروپایی که در درجه اول مسیحیه بسیار دشوار و در واقع غیر ممکنه. و از اونجایی که ما این حقیقت رو میدونیم که این امر کاملا غیر ممکنه، فکر میکنیم که خوبه بسیاری از رای دهندگان رو متقاعد کنیم، مثلا در دانمارک، که این امکان پذیر نیست. بنابراین اگر اسلام رو میخواهید میتونید در کشورهای مسلمان زندگی کنید و اگر چیز دیگه ای مثلا مسیحیت و جامعه سکولار میخواهید میتونید مثلا در اروپا زندگی کنید. این مهاجر سوری اجازه سوزاندن تورات و انجیل را برای واکنش به قرآن سوزی گرفت، آن هم مقابل سفارت اسرائیل. ای یک پاسخ به کسانی است که قرآن را می سوزانند، کتاب مقدس ما مسلمان ها. ای یک فندک است، اما من حقیقتاً آلا به او نیاز ندارم، چون اصلا قصد ندارم چیزی را بسوزانم. من مسلمان هستم و دینم به من اجازه نمیده که کتاب‌های مقدس ادیان دیگر را بسوزانم. میتونم بگم که دین ما از ما میخواهد که به همه انسان‌ها احترام بگذاریم، صرف نظر از اینکه چه مذهبی دارند. کمتر از 24 ساعت از حرفای احمد که از رأفت اسلامی و احترام مسلمانان به ادیان دیگر گفت و آیاتی از قرآن را به شهادت گرفت نگذشته بود که مردی به نام مهدی زمان در کشور دانمارک با همراه داشتن عکس علی خامنه‌ای کتاب تورات، انجیل و همچنین پرچم دانمارک را آتش زد. سوزاندن کتاب‌های مقدس ادیان یک منطقه خاکستری در قانون این کشور هاست. میتوان آن را به عنوان یک تمرین افراطی از آزادی بیان دید، اما در این حال می توان آن را به عنوان یک عمل نفرت آمیز در مقابل مسلمانان هم قلمداد کرد، در حالی که برخی می گویند این عمل یک بیان قانونی از نارضایتی یا اعتراض است. دیگران می گویند که سوزاندن کتاب‌های مقدس ادیان تحریک به نفرت می کند و می تواند منجر به خشونت شود و بنابراین
به مرز سخنان نفرت آمیز میرسد. مهران عباسیان، استکهلم. موضوع مهمی است. در قسمت دوم برنامه 24 امشب به بحث آزادی بیان مفصل خواهیم پرداخت. داده‌های سرویس هواشناسی ملی آمریکا نشون میده ظهر یک شنبه شاخص نمایه گرما یا دمایی که احساس میشه در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس در اصلویه بوشهر به بالای 66 درجه سانتیگراد رسیده که برای این فرودگاه بی سابقه و برای انسان و جانوران دیگه مرگباره. کولین مکارتی هواشناس از سازمان استرم واچ در توییتی نوشته افزایش بی سابقه شاخص گرما در این فرودگاه به دلیل برخورد هوای گرم از سمت زمین با رطوبت آب‌های به شدت گرم خلیج فارس بوده. موج گرمای شدید در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا و آسیا در حالیه که دو هفته پیش سازمان پیشبینی تغییرات محیط زیستی آمریکا اعلام کرد روزهای سوم و چهارم ژوئیه جهان شاهد گرمترین دمایی بوده که تا به حال ثبت شده. نیکا انگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناسی، اینجا در استودیو با ماست. می‌دونم که این دمایی است که احساس میشه، دمای دقیق هوا نیست، ولی همین هم 66 درجه سانتیگراد بی سابقه است. خیلی خطرناکه. ببینید ترکیب اون دمایی که حالا در فضای خشک هم باشه به اضافه اون رطوبت نسبی که شما داشته باشین در کنار هم تبدیل به وضعیت میشه که حالا در جنوب ایران خیلی به عنوان وضعیت شرجی خطرناک بشه، حالا ممکن لجوان یا اسامی دیگری. این ممکنه باعث بشه که انسان نتونه نفس بکشه، تعرق درستی صورت نگیره و دمای بدن خیلی از مردم به حدی بالا میره که دیگه قابلیت دیگه زیست از بین خواهد رفت. مسئله که اتفاق افتاده است اینه که در محدوده خلیج فارس به ویژه به خاطر حالا این بحث گاز متان، به خاطر استخراج نفت، پدیده‌های دیگری که باعث شده حرارت منطقه بره بالاتر، این تشدید میشه و از منظر دیگر خود خلیج فارس هم دماش به طور نسبی رفته بالاتر به واسطه این گرمایی که آبشیرین کنها تا حدی اضافه کردن و اینکه خلیج فارس آب کمتری داره نسبت به دریای عمان به خاطر اینکه عملا یک جایی هست که آب در پیشروی کرده، خیلی عمقش هم کمه، وضعیت طوری هست که خیلی از آبزیان هم جان خودشون از دست میدن. اما یک پدیده دیگر که باید بهش توجه بکنیم تبخیر بسیار زیادی هست که در مناطق جنوب ایران داره اتفاق میفته و این علامت سوال بزرگی هست که در شرایطی که تبخیر زیاد میشه میان منابع آب سطحی رو در حقیقت مثل سدها رو میسازن که بخشی از اون آب باز تبخیر میشه، ممکنه باعث بشه در یک منطقه رطوبت بره بالاتر و با گرمای بیشتر مردم اون مناطق که حتی کنار دریا هم نیستن آسیب ببینن، از جمله مثل سد چمشیر که رئیس جمهوری افتتاحش کرده. آره و این یک فاجعه است و نکته این هست که سال‌هاست که تذکر داده شده که در شرایطی که تغییرات اقلیمی داره اثر خودشو بیشتر نشون میده ما بایستی بدونیم که چطور خودمون رو سازگار کنیم با محیط. یعنی ما عملا باید چیزایی که با مدیریت کردن میتیگیشن، اینکه ادپت بکنه خودمون رو سازگار بکنیم و بیایم مقاومتر بکنیم خودمون رو، اون پدیده رزیلینس که صحبت میکنن، اینها رو ما برعکس داریم عمل میکنیم. شرایطی رو دارن اعمال میکنن در مدیریت هم محیط زیست، هم مدیریت آب و هم مدیریت وضعیتی که الان پیش اومده که انسان‌ها در مناطق جنوب به ایران شرط بدتری رو تجربه خواهند کرد و هرچی این زمان بگذره به خاطر که حالا برق در خیلی از جاها ما نخواهیم داشت در ساعت پیک و مردم حرارت رو بیشتر حس خواهند کرد در مناطق مرطوب، وضعیت میتونه خیلی ناگوارتر بشه. یعنی از الان باید یه فکری کرد که در سالهای بعد هم که وضعیت بدتر خواهد شد چه میتوان کرد، که به نظر میرسه با توجه به ساختار حکومتی که الان داریم باید مردم یه فکری بکنن، چون واقعا حکومت دلش بالا مردم نسوخته. این تصویر است که در سراسر جهان البته داریم میبینیم، در اروپا هم میبینیم گرما بی سابقه است، اینجا در ایالات متحده هم وضعیت تقریبا همینطوره. چه چیزی ولی در ایران متفاوت است در مقایسه با جای دیگه؟ بحث حضور مردم در تصمیم گیری ها و اینکه دانشمندان وقتی نظری رو به دولت میگن دولت‌ها در اروپا و آمریکا گوش میکنن، دولت‌ها پاسخگو هستن. در جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا تصمیمی میگیره، میگوید ما باید اینجا آبشیرین کن بگذاریم و سودش باید برسه به جیب ما و یه قسمت از پولش برسه به سپاه قدس. در نتیجه اون آبشیرین کن میاد هم منطقه رو گرمتر میکنه، سوخت فسیلی استفاده میکنن، هم میاد آب‌های اون منطقه رو گرمتر میکنه. اینا در کنار هم دیگر آثار منفی بزرگتری میگذارن و حالا ما میخوایم یک رقابت هم بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس توی افزایش آبشیرین کنها، ما اینها رو تبدیل به آبگرم کن میکنیم و اون آب خلیج فارس که باعث بشه گرمتر بشه و شرط شیمیاش هم عوض بشه. فناوری نسبتاً پرهزینه ای هم مثلا کشورهای مثل امارات و قطر میدونن منابعش رو دارن، چاره دیگری هم ندارن، ولی ایران منابع آب شیرین دیگر هم داره. اینطور ایران داره و میتونه راههای جایگزین استفاده بکنه اما نمیکنه. چرا؟ چون الان درآمد و
پولی که بعضی از گروه‌های ویژه میتونن در ساختار حکومت در بیارن از این راهه و هزینه در حقیقت یک متر مکعب آب که میخواد برسه به یزد یا کرمان به وسیله این سیستم آبشویی کن و انتقال آبش چیزی حدود 3.5 تا 4 دلار برای هر متر مکعب خواهد بود که بسیار بیشتر از اون چیزی است که کنار خلیج فارس برای کشورهای عربی در میاد. چقدر میتونه روی وضعیت جانوران دیگه تاثیر بذاره؟ چون انسان‌ها بالاخره در کوتاه مدت میرن در جای سرپوشیده زیر کولر بالاخره شاید بتونن تحمل بکنن، ولی حیوانات گمان نمی‌کنم. خیلی از مرجان‌ها دارن از بین میرن، خیلی از ماهی‌ها دارن از بین میرن یا کوچکتر میشن برای که بتونن سازگار بکنن خودشون با اون شرایط و شاید مهاجرت هم بالاخره خواهیم بود. درسته که حالا خلیج فارس نمیگیم یک خلیج کاملا بازی است، اما بالاخره بعضی از ماهی‌ها راهی پیدا می‌کنن که از اونجا برن. و مسئله دیگر وقتی سطح آب خلیج فارس هم در موقعیت نسبت به رودخانه‌هایی که داره واردش میشه تغییر بکنه و تعادل به هم بخوره، رودخانه‌ای که از سمت بالا مثلا از کارون آب میاد اونجا، وقتی آبش کمتر بشه خلیج فارس پیشروی خواهد کرد، اون آب گرم پرنمک وارد آب‌های زیرزمینی میشه و بخش عمده از آبخوان‌های اون منطقه را هم آلوده میکنه. نیکو انگ کوستر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، ممنونم از شما. متشکرم. و ممنونم از شما که بخش اول برنامه 24 رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران اوکراین به پایان می‌بریم.